سلام به بیس سایدی خوش آمدید در این درس برای شما میخوام حرف ت رو به شما آموزش بدم از الفبای فارسی این درس پنجم هست از سری درس های آموزش الفبای فارسی به کودکان خب اگر درس های قبل رو ندیدید میتونید در همین پلیلیست یا لیست پخش در درس و چهار تا درس قبل رو ببیدی. ببینید که ما چه درس هایی رو چه حرف هایی رو کار کردیم الان به شما میگم که توی چهار درس قبل ما چه درس هایی رو کار کردیم خب من میام و اولین در حرف حرف الف بوده یا آی با کلا این دو تا درس این دو تا حرف رو ما تو درس اول درس دادیم و بعد حرف ب به یک کوچک و به بزرگ و بعد حرف د و بعد حرف ر و حالا میخوایم حرف ت رو با هم کار کنیم و آشنا بشیم دلیل اینکه به ترتیب ما پیش نرفتیم اینه که من بیشتر توجه هم بر روی حرف هایی بوده که بیشتر کاربرد دارن باهاش کلمه های بیشتری میشه ساخت یعنی اینکه کاربردی تر هستن و کلمه های زیادتری رو میشه ساخت خب حالا میام و از اول با شکل حرف ت آشنا میشیم خب حرف ت خیلی شبیه حرف ب هست من حرف ب رو که قبلا کار کردیم براتون می نویسم به یک اول و به آخر حالا اگر ما جای نقطه ها رو تغییر بدیم ب به ت تبدیل میشه یعنی من میام و نقطه ب رو که پایین بود بر میدارم و دو نقطه میذارم بالا و میشه حرف ت به همین آسونی همونطوری که قبلا هم گفتم در نوشتن فارسی و خواندن باید از بالا و دست راست بخونید ببینید همینجور که الان براتون فلش میکشم همیشه باید از دست راست به چپ خونده بشه خب پس یک بار دیگه حرف ت رو براتون مینویسم باز از بالا به سمت از بالا و راست به در واقع سمت چپ ت چون دو تا نقطه داره تی دو نقطه بهش گفته میشه پس تی دو نقطه تی دو نقطه خب تی این تی کوچک هست یا تی اول و این تی آخر هست خب من سعی میکنم هر روزم با یه رنگ استفاده بکنم امروز رنگ نیلی یا ایندیگو استفاده کردم که رنگ قشنگی است و توی وبسایتمون هم در واقع فلش انگلیسیش رو گذاشتیم خب وبسایتمون هم که حتما میدونید این بالا دست چپ آدرس سایتمون هست ما یک آکادمی یا مدرسه دو زبانه هستیم با آدرس lrb.net خب پس حرف ت ما تو الف بای فارسی یه تی دیگه هم داریم بچه ها و اون تی تایه که فقط الان شکلشو رو براتون میکشم ولی امروز وارد جزئیات نمیشیم یعنی اون رو درس نمیدیم امروز فقط میخوایم حرف ت رو کار بکنیم که یک بار دیگه مقایسه میکنم با حرف ب چون که مهمه ببینید این ب هست و این ت هست خیلی شبیه همه و همچنین شکل بزرگترشون ب آخر یا ب بزرگ و ت آخر یا ت بزرگ ببینید چقدر شبیه هستند نباید این دوتا رو با هم دیگه کانفیوز بشیم یعنی قاطی بکنیم و گیج بشیم باید تمرین بکنیم یک حرف دیگه هم داریم که من اون رو تو درس بعد توضیح میدم و اون پ هست و همچنین سه 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 نقطه که اینها بسیار شبیه هم هستند ولی من نمیخوام شما رو کانفیوز بکنم یا اینکه گیج بکنم الان فعلا مقایسه حرف ب و ت فقط برامون مهمه یک بار دیگه می نویسم ب و ت خب حالا ببینیم چه کلمه هایی رو میشه با این حرف هایی که یاد گرفتیم پنج تا حرفی که یاد گرفتیم و من باز هم براتون می نویسم میشه با آنها ساخته یه بار دیگه عروفی که یاد گرفتیم رو می نویسم الف آی با کلام ب د د ر و ت خب حالا ببینیم چه حرف ها و کلمه هایی رو میشه با اینها ساخت اولین کلمه ای که به ذهنم میاد و میتونیم بنویسیم تاب هست تاب تاب, تاب حتما شما تاب بازی یا سوینگ خیلی دوست دارید تاب ببینید ت آ ت و آب هم میچسبه و به هاب هاب خب من سعی کردم که کلمه هایی رو پیدا بکنم برای شما که ساده باشه دقت بکنید تمرکز و اولویت من یعنی اینکه هدف اصلی اینه که کلمه هایی خیلی ساده و آسون رو پیدا بکنم خب کلمه بعد کلمه ترد ترد چون همه این حرف ها رو میشناسید کرد مثلا بیسکویت میخورید یا چیپس میخورید دیدین وقتی توی دهنتون میذارید و میجوید اینجوری خوش صدای ترد میده چون ترد هستش یعنی شکننده ترد یک بار دیگه می ت ر و د بالای ت هم یه صدای او میذاریم ترد یک بار دیگه هم بنویسم ترد تورد خب کلمه دیگه که از قبل یاد گرفتیم و در واقع میخوام برای شما بنویسم کلمه ای هستش به اسم بار و اون رو میخوام با تار مقایسه کنم ببینید اینجا بار ب آره و اینجا تار ت دو نقطه آرب این دوتا رو میخواییم با هم دیگه مقایسه کنیم بار یک بار دیگه بار و تار خیلی شبیه همان همونطور که گفتم تفاوتشون فرقشون بین ب و ت هست و کلمه دیگه من تختم رو پاک کنم کلمه تر یعنی تار اگه آ رو برداریم میشه تر تر یعنی وت چیزی که خیس باشه تر تر خب همونطور که گفتم ما کلمه های زیادی با این پنج تا حرف خیلی زیاد نمیتونیم بسازیم به خاطر همین من از این کلمه ها استفاده کردم کلمه دیگه که میخوام برای شما بنویسم تب هست یعنی فیور وقتی بدنمون گرم میشه و تب میکنیم تب خب حتما بعضی وقتا خدایی نکرده آدم تب میکنه من بدن گرم میشه وقتی سرما بخوریم بدنمون گرم میشه و تب میکنیم باید مواظب خودمون باشیم که تب نکنیم خب سرما نخوریم پس تب. تب یک بار دیگه می نویسم بزرگتر می نویسم تب تب و این اگر به جای یک آ هم اضافه می کردیم بهش مثل قبل می شود تاب تاب و تب خب کلمه دیگه که میخوام بنویسم و اون کلمه تا هست تا تا مثلا میگیم از ساعت هشت تا نه شب مثلا میگیم از هشت از هشت تا نه نوح. نه حالا مثلا شب حالا این حرفا رو هنوز شما نخوندین ولی خب عیبی نداره من نقطه های شعر رو خوب نذاشتم خاطر همین دوباره می نویسم خب از ساعت هشت تا نه شب این تا هست که برای شما نوشتم خب ببینید کلمه های زیادی همونطور که گفتم با این پنج تا حرف نمیشه که تمرکز یا همین حرف ت رو من بخوام به شما کامل به این شکل درس بدهم فعلا به همین ها بسنده می کنم یک بار دیگه اونها رو می نویسم برای شما اولا این حرف ت ت دو نقطه ت کوچک و ت بزرگ و کلمه هایی که با حرف ت امروز یاد گرفتیم تاب کلمه ترد استورد و کلمه تار کلمه پر کلمه تب و کلمه تا خب کلمه های خیلی دیگه ای هستن ولی توشون مثلا و داره، ن داره، م داره که ما هنوز اونها رو نخوندیم. البته تو درس های بعد همیگه اینها رو به شما آموزش میدم. دقت بکنید که اگر درس های ما رو دنبال بکنید به راحتی میتونید با ثبات بشید و خیلی کار سختی نیست. به راحتی و با در واقع از پروسه از روند آموزش هم لذت ببرید همچنین میتونید کامنت بذارید مثلا توی وبسایت ما اگر بیاین من الان به شما نشون میدم ببینید که این یکی از درس درس مثلا حرف نون و واو که ببینید چقدر استودنت های ما کامنت گذاشتند مثلا من الان میام اینجا ببینید 19 تا کامنت داریم که استودنت یا زبان آموزا میان کامنت میذارن می, زارن, می نویسن و ما اونها رو کرکت میکنیم اگر اشتباه بنویسن شما هم میتونید به زبان آموزان و استودنت های ما جوین بشید و اینجا در این قسمت کامنت بذارید و اسی بنویسید مقاله بنویسید انشا بنویسید به فارسی و یا به انگلیسی چون سایت ما دو زبان است و ما همه اونها رو کرکت میکنیم یا اصلاح میکنیم و اشتباهات شما رو میگیریم در حال حاضر بیش از 7500 کامنت در وبسایت ما وجود داره به آدرسی که در بالا سمت چپ می بینید. خب امیدوارم از این درس لذت برده باشید و شما عزیزان رو تا درس دیگه در ارتباط با الفبای فارسی به خدا می سپارم شب و روزتون خوش